به برنامه آینه جهان خوش آمدید. این هفته هم مهمترین تحولات سیاسی جهان را به بررسی گرفته ایم. فراخوان یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان از گروه های مخالف دولت افغانستان برای شرکت در گفتگوهای صلح برابری افغان ها در حال صورت می گیرد که اسناد محرم سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل از تعدید استراتژیک این کشور در مبارزه با گروه های شورشی در پاکستان خبر می دهد. به تازگی بخشی از اسناد محرم سفارت ایالات متحده در اختیار واشنگتن پست قرار گرفت که نشان دهنده عدم تمایل مبارزه آمریکا در برابر شبکه های تروریستی است. بر این اساس چگونه می توان باور کرد که فراخوان نخست وزیر پاکستان از گروه های مخالف دولت افغانستان فراخوان واقعی و با توجه به نفوذ این کشور بر این گروه ها قلمداد شود؟ در بخش سرمقاله برنامه به این تحلیل پرداخته ایم. پاکستان تهدید برای سیاست های آمریکا. فراخوان یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان از گروه های مخالف دولت افغانستان برای شرکت در گفتگوهای صلح برابری افغان ها در حال صورت می گیرد که اسناد محرم سفارت آمریکا در کابل از تهدید استراتژی این کشور در مبارزه با گروه های شورشی در پاکستان خبر می دهد. پس از اعلام این فراخوان، تنها گروهی که از آن استقبال کرده حزب اسلامی برابری گلبدین حکمتیار است، ولی واکنش طالبان و دیگر گروه های مخالف دولت افغانستان هنوز مشخص نیست. حزب اسلامی هم شاید به این دلیل به این فراخوان روی خوش نشان داده که راه دیگری بجز از رفتن به میز مذاکره برایش باقی نمانده و از سوی دیگر هر روز بر حامیان و اعضای این حزب در درون دستگاه دولت افزوده می شود. حکمتیار اخیراً چنان بر روند گفتگوهای صلح معتقد شده که به محض شنیدن خبر گشایش احتمالی دفتر طالبان در قطر، هیئت را با طرح 17 مادهی به کابل فرستاد که با مقامهای کشور صحبت کنند. از قرائن برمی آید که این گفتگوها سازنده بوده و این هیئت با دست پر و خبرهای خوش به پاکستان برگشته است. اما هنوز مشخص نیست که واقعاً در پشت درهای بسته هیئت حزب اسلامی با مقامهای کشور چه نوع گفتگوهایی داشته و چرا حزب اسلامی اولین گروه است که به فراخوان نخست وزیر پاکستان لبیک گفته است. از لحن این واکنش سریعاً برمی آید که احتمالاً حزب اسلامی از پیش در این خصوص اطلاعات داشته و یا هم چراغ‌های سبز را از سوی مقام‌های پاکستان به افغان دریافت کرده است. اما نکته اصلی اینجاست که فراخوان نخست وزیر پاکستان چقدر میتواند واقعی و صادقانه باشد. این پرسش در حال حاضر پاسخ مثبت ندارد، چرا که تا هنوز معلوم نیست که پاکستان روی چه ملحوظات این فراخوان را صادر کرده است. این کشور تو همین چند روز پیش بر این امر تاکید داشت که بحران افغانستان داخلی است و باید برای آن راه حل‌های داخلی سراغ شود. سخنان رئیس جمهور و سپس وزیر خارجه پاکستان در نشست سه‌جانبه به صورت واضح این پیام را آشکار می‌کرد. آصف علی زرداری با الفاظ روشن گفت که زمانی در پاکستان احزاب ضد شوروی فعالیت داشتند و این احزاب و سازمان‌ها می‌توانند هنوز هم در این کشور فعال باشند و شورشیان آن سوی مرز در افغانستان را کمک کنند. این اظهارات خالی از ابهام است و سیاست پاکستان را در قضیه طالبان و گروه‌های شورشی نشان می‌دهد. هرچند که اسناد انکارناپذیر مبنی بر حمایت پاکستان از گروه‌های شورشی وجود دارد و استخبارات این کشور عملاً رهبری و تجهیز این گروه‌ها را انجام می‌دهد، ولی مقام‌های پاکستان هر گونه رابطه ارتش و استخبارات را با گروه‌های شورشی و تروریستان رد می‌کند. اینجاست که معادلات بر هم می‌خورند و فضای تیره سیاست‌های پاکستان در برابر افغانستان آشکار می‌شود. از سوی دیگر پاکستان به هیچ صورت خواهان افغانستان باسواد در کنار خود نیست. شاید این موضوع را دولت مردان کشور به خوبی حس نکرده باشند، ولی سیاست‌های پاکستان در یک دهه گذشته و قبل از آن نشان می‌دهد که استراتژی این کشور در مقابل افغانستان استراتژی فراگیر و مبتنی بر برتری طلبی است. سیاست سلطه‌گرانه پاکستان همواره موقف آن را در مناسبات منطقه‌ای و بین‌المللی آشکار می‌کند. پاکستان سال‌هاست که دم از جغرافیای بزرگ سیاسی منطقه‌ای می‌زند و حمایت این کشور از طالبان دقیقاً در راستای تحقق همین سیاست صورت می‌گیرد. گسترش رابطه افغانستان با جامعه جهانی می‌تواند به زیان این سیاست تمام شود و پاکستانی‌ها به شدت تلاش می‌کنند که جلب چنین اتفاق را بگیرند. این کشور تا به امروز در پیشبرد این سیاست موفق بوده و حداقل با ایجاد موانع جدی جلب امضای پیمان استراتژیک با آمریکا را گرفته است. و از جانب دیگر، برخی آگاهان باور دارند که در حوادث روزهای اخیر افغانستان نقش استخبارات پاکستان بارز بوده است. این آگاهان میگویند که تظاهرات افغانستان با مدیریت همین دستهای بیرونی به سمت خشونت رفت. هرچند نفس آنچه که در پایگاه نظامی بگرام اتفاق افتاد به هیچ صورت قابل توجیه نیست و باید دولت و نظامیان آمریکایی در برابر این حادثه اولناک پاسخگو باشند. موضوع دیگر که میتواند در رابطه با فراخوان آقای گیلانی مطرح شود بعد اجرایی آن است. فراخوان دادن یک مسئله است و کمک به امنیت و ثبات کشور همسایه چیزی دیگر. در این مورد هم شک و شبهه های فراوان وجود دارد و به نظر نمی‌رسد که پاکستان نیز فراتر از این اقدام قدمی در راه صلح امنیت افغانستان بردارد. پاکستان تلاش کرد با ارائه یک فراخوان بدون پشتوانه خود را از مزان اتهام رهایی بخشد تا اگر زمان هم بحث همکاری به میان آمد این کشور سند ارائه کند که نشان دهد در روند صلح افغانستان نقش کافی داشته است، در حالی که حقیقت چنین نیست و بخش بزرگی از مشکل افغانستان عملا در ساختار سیاسی این کشور متمرکز است.
اگر پاکستان بخواهد که صلح امنیت در افغانستان تامین شود، بدون شک این امر تحقق می‌یابد. ولی از آنجایی که هیچ اراده‌ای در مقام‌های پاکستانی مبنی بر حمایت از روند صلح واقعی در افغانستان وجود ندارد، این فراخوان به هیچ نقطه مثبت ختم نخواهد شد. از سوی دیگر، نخست‌وزیر پاکستان در طرح این اعلامیه چنان زیرکی به خرج داده تا هیچ جناح و گروهی در افغانستان خود را در حاشیه فکر نکند، در حالی که این موضوع هم مبتنی بر واقعیت نیست و پاکستان از برخی جناح‌های عمده سیاسی افغانستان به گونه آشکار هراس دارد. شاید پاکستانی‌ها به سادگی بتوانند زبان مشترک با ارگ نشینان پیدا کنند، ولی برای آنها سخت است که با چنین زبان با جناح‌های سیاسی مردمی افغانستان نیز دست یابند.